ایزان سلام عرض میکنم خدا را شکر برای امروز که خداوند ساخت و با هم در حضور شای شاهان اینجا هستیم آمین قبل از همه چیز میخواستم که دوباره سلام احترام خدمت شما ایزان داشته باشم کسانی که در اینجا با هم هستیم و سلام و احترام بیجه خدمت ایزان که از طریق میدیا و یوتیوب یا فیسبوک یا سایت های دیگه کلیسا ها ماره را دنبال میکنن میبینن فیض خدا با شما باشه خدا را شکر میکنیم برای روز زیبایی که خداوند ساخت این است روزی که خداوند ساخت و شادی کنه دو وجه نمایم آمین روزی است که خداوند ساخت و هر روز زندگی را رو خداوند ساخته هر روز هر زمان هر لحظه هر ثانیه ساختارش سازندش خداوند از خدای خالق و اگر ما میگیم این است روزی که خداوند ساخت تنها بر امروز در این لحظه نیست بلکه بر هر لحظه بر دیروز بود برای روز گذشته برای امروز برای فردا برای ساعت و فرداهای بعد ماست آمین پس هر لحظه که یاد بکنیم که خداوند این روز را ساخت ما در قلب ما یک شادی یک وجد می آمین پس وجد شادی در ساعت است که خداوند برای ما آماده کرده خدا را شکر بر این فیض عظیمش عزیزان ما در روزهای بسیار شاد و مبارکی هستیم روزهایی که خداوند برای ما ساخت نه تنها این لحظه که اینجا هستیم بلکه گفتیم از ازل تا ابد چرا میگم روزهای شاده ما در این ایام فعلا که هستیم مثلا امروز که یک شنبه است و از دو تا یک شنبه قبل که روز مبارک داشتیم روز بسیار با شکر روز بسیار پر برکته. جشن نخلها ها درست ایده نخل ها یا آمدن پیروزمندانه ایسای مسیح در اورشلیم و بعدش داشتیم روز جمعه جمعه الصلیب جمعه که برای بعضی ها شاید سوال برانگیز باشه بعضی باور ندارن ولی برای بعضی ها طبق کلام خدا قدرت خداست و بعدش داشتیم یک شبه قبل که کلام را شنیدیم یک شنبه قیام و روز دیگی که خداوند من تو پیروزمندان از مردگان قیام کرد آمین روزی که نه مرگ نه گور نه قدرت نه صلاحیت وجود داشت و تانست که عیسای مسیح را در خود نگه داره روز قیام ایسای مسیح و بهترین روز برای من تو عیزان این روزها را دست کم نگیریم بعد از این روزهای شاده دیگه داریم مثلا بعد از این مرد سعود ایسای مسیح در این جریان که ایسای مسیح تا سعود میکنه در جایگاه رفیق خودش با شاگردان ملاقات میکند بیش از 500 نفر را میبینن کارهای دیگه را انجام میده غذا میخورن مهی میخوره و کارهای دیگه که میکنن بعدش بعدش دوباره داریم سود عیسی مسیح که روز شاده است و بعد چی؟ نزول رول قدوس پس اگر توجه بکنیم به روزهای خداوند هر روز ما در شادی هر روز ما در هر روز ما در پیروزی است با وصفی که خواهر رومینا گفتن بله درد و کرونا و جنگ و خونریزی و کشتن و بمب و نمیده مریضی و همه چیز مشکلات، همه است مشکلات معاجرت همه دردها است ولی ولی ایزان قدرت و قوت و محبت و زنده بودن عیسی مسیح را داریم آمین این است که ارزش داره که هر روز خداوند را ما جشن داشته باشیم شادی بکنیم و وجد داشته باشیم ایزان من اگر به این روزا توجه میکنیم واقعا این روزای بسیار بسیار حیات بخش سرنوشت ساز و مهم در تاریخ من تو بشر است بیاین از این روزها سطحی نگذاریم بیاین به روزها دقیق فکر بکنیم که این روزها و زمانها زمانهای بسیار مهم و بسیار احیات بخش برای سرنوشت من تو است این که آمد روی زمین این که قبل از ایسا چی بود این که بعد از سود ایسای مسیح چی اتفاق مفتد این در صلیب چی اتفاق افتید این خدا چی نقشه و پلان برای من تو داره این که من تو برای خدا چی بکنیم اینا همه زم... حرفهایی است که باید بر روی این فکر کرد باید باید دقیق شد که ببینیم چی باید بکنیم پس دوستان عزیز ما امروز دوباره در رابطه با صلیب صحبت میکنیم این هم یک روز است که خداوند آماده کرده بود ولی جالب اینجا از دوستان عزیز که این روز صلیب یا, یا جمعه صلیب یا جمعه سیا یا زمان نجات و آزادی من تو جشن من تو روزی که شریر شیطان کوبیده شد این روز برای من تو روز ماتم و درد و واویلا و گریه و, و ناله نیست به سینه بزنیم گفت وای عیسی من رب صلیب بلکه روز آزادی و روزی است که امروز باعث شد که من تو اینجا نشسته باشیم و عزیزم از اینجا کلام خدا را بشنویم این به خاطر کار صلیب بود پس این موضوع را باید دست کم نگیریم دوستان عزیز این صلیب خیلی مهم است ما درس های زیاد در رابطه با صلیب دیدیم موزه های زیاد شنیدیم کلام های زیاد در رابطه با صلیب است و ایزین و معلمین متعدد در سطح جهان در طول تاریخ در رابطه با صلیب صحبت کردن و موزه کردن و امروز منم تصمیم دارم کوتاه صحبت بکنم دعا بکنم که این موضوع را خداوند بیشتر امروز در قلب ما حق بکنه تا به عمق این موضوع برسیم تا به عمق این موضوع چرا اگر ما امروز در جشن قیام قرار داریم یک است یعنی قیام عیسی مسیح چرا یک شنبه را ما جشن میگیریم و بعد جلسات کلیسایی حضور پیدا میکنیم با خاطر که روز برخواستن عیسی مسیح است هر روزی را جشن میگیریم ولی اگر این روز را جشن میگیریم باید روز قبلش که صلیب بود اون را در نظر بگیریم اگر صلیب نبود قیام وجود نداشت این صلیب است که امروز ما جشن این مرگ است که من تو این آزادی را داریم که امروز اینجا نشسته و پیام خدا را بشنویم بگیم و برکت بگیریم این به خاطر ازی است گرچه مسئله صلیب حرف بسیار جالبه برای بعضی از مردم مطرح شده عزیزان برای شخص منم سوال کردن ما صلیب پرست نیستیم ما دو تا کچوب را پرستش نمیکنیم بلکه ما کار ایسای مسیح را که در نصری برای من تو انجام داد می ایمان داریم او ایسای مسیح را می پرستیم آمین ما ایسای مسیح پرست هستیم ما خدا پرست هستیم نه صلیب پرست ولی کار صلیب را در تا ایمان داریم برش. چند نفر این ایمان را دارم خدا را شکر هللویا پیام صلیب برای آنان که نمیرم که از ایزان اگر این آیر رو روی زیرا پیام صلیب برای آنان که حلاک میشوند یا در رای حلاکت هستند جهالت است اما برای من برای تو عزیزه که بینیم و میشنیم و ایمان داریم به یسایی مسیح اون چی است؟ قدرت خدا این قدرت خدا امروز در من تو میتونه باشه اگر به این صلیب ایمان داریم باور داریم اگر این صلیب را پذیرفتیم اگر این پذ... سریع برم پذیرفتیم ایزان. جمعه قبل سلی بود امروز قیام بعد از یام گفتیم سود و نزول قدس و روزای دیگه که خداوند ساخته بین امروز به سه موضوع به سه نکته کمی بیشتر توجه بکنیم بر سه مرحله تاریخی بر من تو بر سه موضوعی که اتفاق افتاده که در دو تای از اون من شما اصلا هیچ رول نداشتیم هیچ دخیل نبودیم هیچ کاری هم نکردیم به جز از اینکه گناهان ما رو بر صلیب دادیم تو صلیب به مسیح دادیم تا مسیح صلیب شد جز از این کار دیگه نداشتیم بشر من تو فقط در این نقش که خداوند برای من تو بازی کرد یک رول داشتیم گناهان ما رو برای مسیح دادیم درد های ما دادیم که مسیح به خاطرش بر رو صلیب اما در دو چیز دیگه ازو که الان روش صحبت میکنیم نقش رو نداشتیم رول نداشتیم بشرش رول نداشت ما قبل از صلیب شنونده بودیم بیننده بودیم تماشا چی بودیم بشر همه چیز کارهای خداوند را ما می دیدیم از انبیا و نبی ها شنیدیم نبوت های شنیدیم بشر شنید که عیسیی مسیح به زمین و فدیه گناه میشه و کلام خدا میگه که خداوند در زمان قدیم از طریق انبیا و پیغمبرای بسیار با ما صحبت کرد و الان در این عصر حاضر توسط یگان فرزندش با ما صحبت کرد این حرفایی که ما شنیدیم چی بودیم در زمانی که عیسی مسیح روز زمین بود خدمت کرد کارایی که انجام داد او را دیدیم مرده را زنده کرد کور را بینا کرد شل شفا داد و و, و, و تعلیم را داد همه را دیدیم و شنیدیم لذت بردیم و یاد گرفتیم خدا را شکر ولی نقش من تو در این نبود این کار خدا بود که انجام داد حالا میاییم به زمان بعد از صلیب که عنوان صحبت محاوظه یا, یا کلامی که من خدمت شما دارم همین است بعد از صلیب بعد از صلیب نه تنها مسیح بلکه من تو هم نقش داریم در این زندگی من تو هم در این کار صلیب بعد از این نقش داریم پس اینجاست عزیز من که در این صلیب که مسیح برای من تو جانش داد و امروز من تو اجازه داریم که نقش داشته باشیم بعد از این صلیب امروز نشانگر شخصیت رفتار کرکتر ایمان و واکنش من تو در, برابر این صلیب یا کار صلیب چی است زندگی من تو به عنوان کسی که به عیسی مسیح ایمان داره و به این صلیب افتخار میکنیم که سرود را شنیدیم که من دوست داشتم از شهید کشیش هایی که عزیز این سرود را بشنیم که متاسفانه نشد هر از گایم خوب است که از عزیزان که رفتن در کنار خداوند هستن در حضور پدر هستن در آسمان سرود که سریدن بشنویم این بزرگ مرد خدا چقدر زیبا این سرود را سریده بود آن صلیب افتخار من از دران منجی هم شد فیدا پس این صلیب وقتی که افتخار من میشه و من رول من بعد از این شروع میشه در این صلیب این توجه بکنیم ایزان ایسای مسیح خداوند زنده قبل از صلیب وعده بود برای من تو وعده پدر بود در زمان صلیب در لحظه که صلیب بود عیسی مسیح چی بود بره بود قربانی شد قبل از صلیب وعده در صلیب بره بعد از صلیب آقا و سرور و منجی و نجات دهنده و خداوند من تو شد چون قبل از آن من تو عیسی مسیح به عنوان خداوند نمیشناختیم اما بعد از صلیب است که عیسی مسیح من و تو به عنوان نجات دهنده و منجی خود پذیرفتیم آمین چند نفر ایمان داریم که عیسی مسیح نجات دهنده و منجی من تو است خدا را شکر پس اینا باید بسیار دقیق شیم بیاین روی سه موضوع توجه کنیم ایزان امروز زمان قبل از صلیب زمان جریان صلیب لحظه صلیب و زمانی که بعد از صلیب است که گفتم رسالت و واکنش و ایمان من تو اینجا مشخص میشه در زمانی که هنوز مسیح برای روی صلیب نرفته بود گفتیم وعده بود و این وعده را در کلام خدا زیاد وعده داریم و کلام خدا کلا برای ما وعده است ما از از این یاد گرفتیم که بر هر روز زندگی ما یک وعده است از خداوند کلام خدا از اول تا آخر برای ما وعده است از اول تا آخر اما دوستان عزیز پیشگویی که در رابطه با عیسی مسیح در کلام خدا برای ما گفته شده که بیش از 700 پیشگویی در کلام خدا وجود داره و 330 وعده در رابطه با عیسی مسیح است و این ما در کتاب اشیا باب 43 و باب 61 بیشتر می‌بینیم که بتونیم بگویم تا این اندازه که اشیا باب 43 یا ببخشید صلیب عیسی مسیح مکمل پیشگویی های عیسی مسیح اشعیا نبی ایسای مسیح پیشگویی مکمل پیشگویی اشعیا نبی در باب 43 و 61 است باب 61 یک. یکی دو تا آیه را بخوانیم و بریم روی بیشتر از صحبت باب 43 ای، کتاب اشعیا نبی باب یازده از باب چلسه در خصوص ایسای مسیح میگه که من آره من آره من ایسای مسیح یهوه هستم و جز من نجات دهنده ای نیست آمین؟ جز ایسای مسیح آیا نجات دهنده بود برای روی زمین؟ نه آیا نبی و پیغمبر و مکتب بود که نجات بدهد؟ که نه من بیان داشتم و نجات داده و اعلام کردم چیزی که بیان داد، چیزی که وعده داد، چیزی که گفت و انجام داد و خدای بیگانه در میان شما نبوده است خداوند می فرماید این را که جز از ایسای مسیح نجات دهنده دیگر نیست یا وعده که داد و انجام داد در باب شستی یک روح خداوندگار یهوه بر من است زیرا که خداوند مرا مست کرد تا فقیران را بشارت دهم و با را سلامتی بتم این است ایسای مسیح این است پیشگویی پیشگوی که در رابطه با ایسای مسیح شده روی خدا بر من از مرا مست کرده وقتی که ما به وعده های و یک یک توجه میکنیم بر امروز خود باید به باور برسیم که اگر من تو اینجا این آزادی را داریم که در کلام خدا اینجا نشسته و پیام نجات را بشنویم به خاطر این است که خداوند من تو بر من تو کار را انجام داد اینا ثبوت بلش بیاین توجه بکنیم بیشتر به نویسنده کتاب ابرانیان که زمان قبل از صلیب را و زمان که در صلیب چی صورت گرفت و زمانی که بعد از صلیب من تو چی انجام بدیم بیشتر در باب نوع کتاب ابرانیان نویسنده را برای ما صحبت کرده تشریح داده و یادآوری کرده این جریانه که باب اول با آیه اول از باب نو تا آیه 15 فکر کنم این مقدار طولانی است ولی کوشش میکنم که زودتر اینا کم بخونم و خدمت شما یک بیشتر چیز بکنیم متمرکز شیم روی آیات کتاب ابرانیان در باب نو از آیه اول تا آیه 15 من فکر کنم چون آیه بسیار زیاد است بن از چند آیه گذرا بگذاریم ولی روی چند آیه بیشتر تمرکز بکنیم عهد نخست قوانین برای عبادت داشت و نیز از مهرابگاه زمینی برخوردار بود خیمه برپا شده بود که در اتاق نخست آن چراغدان میز و نان حضور خدا قرار داشت این مکان قدس خوانده می شد دو قسمت که داشت قسمت اول که فقط کاهنان اجازه داشتن برن نه کاهن اعظم و در اونجا اما وسایل که خداوند تهیه دیده بود اونها را آماده کرده بودند و در این مکان فقط کاهنان یا ملایان و روحانیون اجازه داشتن وارد شوند اما قسمت دوم که قدس اقداس است او حضور خداست او آخرین مقدس ترین قسمت جایگاه است اونجا فقط کاهن اعظم اجازه داشت که اه، اه، وارد شود اونم سال یک بار اون که خدا باید تقدیس میکرد، باید توبه میکرد، باید لباس مخصوص میپوشید، با خون وارد میشد و دعا و شفاعت میکرد. حالا این جزیات تا, تا آیه شیش وقتی بخوانین همه را اینجا صحبت کرده. اول میم روی آیه شیش، پس از آن که همه چیز بدین صورت نظام یافت، کاهنان مرتب اتاق نخست داخل میشدن تا خدمت خود را به انجام رسانند. اما تنها کاهن اعظم به اتاق دوم داخل می شد. آن هم تنها سال یک بار و همیشه نیز خون به همراه داشت تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناگاهانه کرده بودند تقدیم کند. رول قدوس بدین گونه نشان می دهد که تا زمانی که اتاق یا اتاق نخست برقرار است راه ورود به مکان اقدس هنوز ظاهر نشده است. اما نماد این نمادی است که از زمان حاضر که در آن هدایا و قربانی های تقدیم می شود که قادر نیست وجدان عبادت کننده را کاملا پاک سازد بلکه تنها به کار خوردن و نوشیدن و انجام آداب مختلف شصشوی آینی می آید اینها تنها تشریفات است ظاهری که تا فرا رسیدن زمان اصلاح امور ابلاغ شده بود این یک وعده است این یک پیشنهاد بود این یک در یک زمان بود که انجام پذیرفت، اما اینجا کلام خدا میگه که این هم کاملا وجدان ما را کاملا ما را پاک نمیکرد تنها گناهان ما را آمرزش نمیداد فقط کاهن اعظم میتونست که از ما شفاعت بکنه در حضور خداوند و حالا اگر میاییم در زمان صلیب چی انجام گرفت کاری که در صلیب انجام گرفت عزیز من کاری که در صلیب انجام گرفت اینه توجه بکنیم گفتیم اونجا فقط کاهن اعظم رول داشت من و شما نقش نداشتیم چون مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت که هم اکنون واقع شده است پس کاری که عیسی مسیح در صلیب کرد چی بود کاری که عیسی مسیح برای من تو انجام داد و اتفاقی که رخ داد در هیچ انسان گفتیم در قدرت هیچ انسان و بشر نبود هیچ کاهن، هیچ ملاع، هیچ فیلسوفه هیچ نبی، هیچ پیغمبره هیچ مکتب فلسفه هیچ 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 چیزی وجود نداشت که این کار عیسی مسیح برای من تو انجام بده اما عیسی مسیح انجام داد عیسی مسیح چی کار کرد در صلیب توجه بکن عزیز من در لوقا 23 آیه 44 و 45 بسیار زیبا برای ما گفته شده که عجیب ترین اتفاق بر روی زمین افتاد و اونام یک بار بار دیگه نیست ایزان عیسی مسیح بار اول آمد روی زمین که فدی صلیب شود بار دوم آمدنی است ولی نه بر صلیب این اتفاق برای بشر یک بار اتفاق افتید من در ابتدای صحبت خدمت شما گفتم که این روزا را باید بشماریم انگشت شمار توجه بکنم به اینا که اینا دیگه به دست نمیاد چی میگن دیگه تکرار ناشدنی است برای من تو مسیح یک بار صلیب شد بار دوم صلیب نمیشه این عجیب ترین اتفاقی که مسیح جان داد چی بود دو کارش به این توجه بکنیم در جریان صلیب اول کلام خدا میگه در کتاب لوقا که سه ساعت تماما نور روشنی از بین رفت همه جا تاریک شد خورشید با این عظمتش خورشید با این عظمتش از درخشندگی باز ماند دیگه نتابید نوری وجود نداشت زمین لرزه آمد حتی اگر که قبرها باز شد بعضی از مقدسین بلند شدند این اتفاق روی صلیب است عجیب ترین اتفاق و دوم چی؟ دوم این چیزه که واقعا امروز با شده که من تو اینجا نشسته باشیم شکافتن پرده ای که از بالا و پایین چی شد؟ باز شد از هم شکافت دیوار جدایی برداشته شد مانع برداشته شد من تو امروز به عنوان ایماندار به عیسیی مسیح به عنوان کسی که امروز کاهن خوانده شدیم اجازه از داریم که در اون مقدسترین جایگاه حضور پدر حضور خداوند من تو چی شویم نزدیک شویم و بیاییم چرا از بالا و با پایین چرا از پایین و با بالا نه چون از جانب پدر این کار انجام شد چون از جانب خدا این تصمیم و پلان شد با این کار انجام گرفت این پرده و این جدایی و این دیوار برداشته شود بین من خدای من بین تو و خدای تو آیا این زیبا نیست؟ آیا این عجیب ترین کار خدا برای من تو نیست تا بتانیم در حضور خدا نه تنها فقط به عنوان یک برده و به عنوان یک کسی که عذر و زوری و التماس بکنیم بلکه به عنوان یک فرزند در حضور خدا اونم در کجا؟ در مقدس ترین حضور در اون آخر قسمتی که پدر است در اونجا با خود پدر یکی شویم اینه کی انجام داد؟ عیسی مسیح در صلیب بره من به خون بزها و گساله ها داخل نشد بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدرس اقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد زیرا اگر خون بره ها و گاوها و پاشیدن خاکستر گوساله بر آنان به لحاظ آین ناپاکند ایشان را تقدیس می کند. تا با ظاهر پاک باشند چقدر بیشتر آی چارده خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی خیشتن را بی به خدا تقدیم کرد وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ منتهی به مرگ اعمال زندگی سرنوشت من تو که به مرگ منتهی شد حیات درش نداشتیم و با کاری سای مسیح چی شد پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم از همین رو مسیح واسطه ای عهد از جدید تا فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند زیرا اکنون مرگ رخ داده که آنان را از گناهانی که در متن عهد نخست واقع شد رهایی میبخشد. این کار ایسای مسیح است این کار ایسای مسیح نه با خون بره و بز نه با طلا و نقره نه با پول نه با دین و مذهب نه با کارهای خوب نه با اعمال خوب نه با شایستگی انسانی بلکه به شایستگی خون عیسی مسیح فرزند یگانه خداوند من تو امروز اجازه داریم در قدس اقداز خدا در حضور پدر حاضر شویم این بود کار خدا این از کار صلیب عزیز من از کار صلیب سطحی نگذاریم این اتفاق است که در صلیب افتاد قبل از صلیب گفتیم فقط کاهن را میرفتیم عذر زاری می کردیم التماس میکردیم یک دو تا گوسفند و گاو و بز و اگر داشتیم یک چیز آماده میکردیم میرفتیم نزد کاهن چقدر التماس میکردیم وقت میرفتیم تا بتانه بره شفاعت ما را نزد خدا بکنه کاهنه که خودش در گناه بود کاهنه که خودش باید اول از گناهان خود توبه میکرد ولی امروز در کار ایسای مسیح پسر یگانه خدا من تو در حضور خدا حاضر میشیم من نمیدارم با عمق این حرفی که میزنم چقدر توجه میکنین من خاصر از این که با کلمات انسانی خودم این موضوع بر شما آنچنانه که در شایستگی این کار است برسانم ولی امیدوارم که روح قدوس خدا هم بر من هم بر شما اینه مکاشفه بکنم و برسانم که بله اگر صلیب نبود حضور من تو هم در با پدر من تو نبود با خدای من تو نبود کار دیگه که در صلیب انجام گرفت در اناجیل می ولی من از مرکوز باب 15 ۳ یادداشت یاداش گرفتن که واقعا برای من هم بسار باعث برکت بود وقتی که ایسای مسیح صلیب شد که تعداد اشخاص و افراد اونجا آمده بودن و تماشاچی چی بودن گر بودن حتی پتروس از دور تماشاچی چی بود یک تعدادم به خاطر چی میگه روز گذرانی آمده که ببینن چی خبر است در اینجا شلوغ است مردم زیاد آمدن چی خبر است یک تعداد آمدن که واقعا او سنه را ببینن و چون اعلان کرده بودن که مسیح باید مصلوب شود حالا اینجا سربازان و افسران دولت روم بود که وظیفه داشتن مسئولیت داشتن که باید عیسی مسیح را به صلیب بکنند و اون پروسه کس باید انجام بپذیره ولی در زمانی که عیسی مسیح سر می نهد و روی خود را به پدر می سپارد زمانی که این پرده از هم می شکافت وقتی این بزرگترین و عجیبترین کار الهی برای من تو گفتم که یک بار انجام گرفت این صورت می گیره همون هفت سر رومی همون سرباز رومی می دانی چی گفت؟ که ایمان آورد به نظر من این ایمان است ایمان آورد بر عیسی مسیح گو براسین فرزند خدا بود. براسین پسر خدا اگر عزیز من عزیزی که از طریق رسانه ها از عزیزی که اینجا نشسته اگر تا این لحظه تا این ثانیه هم این موضوع برات باز نشده که مسیح به خاطر من تو به صلیب رفت تا من تو باق پدر یکی شویم تا من تو در قلوس اقداس خدا در مقدس ترین جایگاه خدا گام بگذاریم این موضوع را امروز در صلیب باور بکن که خداوند عیسی مسیح قادر به این کار هست که تو را انجام بده برای تو این کار هللویا دوم برداشتن ترس های ما شاید بگم یک چطور بله خیلی از ما ترس هستیم ترسو هستیم از خیلی چیزها می ترسیم ما جای دیگه فکر کنم جلسه برادران بود که در رابطه با ترس صحبت کردم ما از خیلی چیزها می ترسیم ولی صلیب مسیح ما را ترس چی میکنه آزاد میکنه چون مسیح در صلیب برای ما پیروزی آورد کار یا اصلیه شریر شیطان ترس است که در زندگی ما وارد بکنه کاری سعی در صلیب آزادی است که ما را از ترس جدا بکنه حالا ترس چطور؟ گفته که بیاید مثال بزنیم از کلام خدا دو نفره که واقعا ترسو بودن ایمان داشتن به ایسای مسیح باور داشتن ایسای مسیح رو مشراختن تعلیم ازشان میگرفت و کلام خدا میگه شبانه میرفتن نزد ایسای مسیح و تعلیم ایسای مسیح رو دریافت میکردن از سرسشان به خاطر که مقام و موقف و جایگاهشان از دستشان نره این دو نفر شبانه با مسیح ملاقات میکنند و تعلیم میگرفت بیان یک چی بگن جاده خاکی بره مکم واره چند نفر از ما به سایه مسیح ایمان داریم ولی ترس داریم خیلی ما جدا از ترس های زندگی دنیایی اون نمیگم که ترس از اینکه خب زبان کلا زبان خواندم به این سنت هم یا مثلا مغازه زدم شاید ورشکست شم شاید تحصیل کردم شاید دکتور نشم ترس منظور من ترس از ایمان است چند نفر ما ایمان ما را قائم می کنیم چند نفر ما فقط در کلیسا مسیحی هستیم چند نفر فقط صلیب در کلیسا قبول داریم چند نفر به دوستان و عزیزان ما بشارت کلام خدا را دادیم خدا را شکر من کشیش نیستم برای مبشر هستم این پاسور عزیز خوب میدانه چند نفر بشارت کلام خدا را شجاعانه دادیم نه شبانه از عیسی مسیح نه در, خفا آمدیم کلیسا و با خداوند بلکه با شجاعت با 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 طرف با افتخار آن صلیب افتخار من است با افتخار کتاب رومیان میگه از انجیل مسیح آر ندارم زیرا قدرت خداست چند نفر آر نداریم اینجا نیقدوموس و یوسف رامعه کلام خدا میگه اینا شبانه می میامدن نزیس مسیح ولی در صلیب در زمان در لحظه که صلیب است این دو نفر چی کار میکنن یکی کتان سفید آماده میکنه و دیگری اطریات آماده میکنه و قبر را آماده میکنه تا جسد مسیح مسیر اطراغین کرده و در قبر بگذاره اونجا شبانه از ترس می رفتن تعلیم می گرفتن ولی اینجا نزد کاهنان و سران و حکومت میرن و جسد ای مسیح را تقاضا می که برن در قبر بگذارن من یک موضوع زمانی که کلام را آماده می کردم در فکر محمد عیسی مسیح در قبر گذاشتن قبرم از کسی تقاضا شده بود این قبر قرض گرفته شده بود پس ما می توانم بگویم قبر قرض عیسی مسیح قبره که قرض گرفته شده بود یک مدت یک،, یک،, یک زمان کوتاه چون در روز سیوم قیام کرد خداوند من آیا انسان بوده که در قبر امانت گذاشته شده باشه برای یک چند روز همه قبرها بر دائم است خصوصا ما افغان ها یک یک چیزی را برای شما صحبت بکنم از زمان کسی فوت میشه در افغانستان و وقتی که تشه جنازه انجام میگیره جسد داخل قبر میگذارن و شخص میای و یا مولا که زندگی امو شخص صحبت بکنه و مقدار واسه از دین کم معلومات بده میگه که این خانه آخرش است بر اینجا خداوند را برای زمین بر امتحان آورد رو زمین گذاشت و اینجا خانه آخر است و اینجا تا عبد اینجا باقی میمانه و دعا بکنیم که این همیشه در این خانه چیزای خوب را ببینه ما افغان که چند نفر ایزان نشستیم حتما به این باور هستیم که قبر خانه آخر ماست برای مرگ آفایده شدیم این که مرد رضای خدا بود خدا ببخشدش رضای خدا بود مرد بله بدون اجازه خدا بدون فرمان خدا برگ از درخت نمیافته این اوکی است اما مرگ رضایت خدا درش نیست خدا من تو را برای مرگ نیافرید چون خدا در پیش دنیای خودش میدانست که فردای مسیح به روسلیب میره رو و من تو را از مرگ به حیات میاره در مرگ مسیح است که من تو حیات گرفته پس قبر خانه آخر ما نیست و اینجا عیسی مسیح قبر از من تو گرفت و حیات خودش را داد نیقودیموس قبر اونجا قرض داد یوسف قبر قرض داد برای عیسی مسیح عیسی مسیح روز سوم از مردگان قیام کرد پس هر پیغمبر و نبی و فیلسوف و نمیدم ریاضیدان و خوب و بد و همه گناکار و با گناه همه قبر دارن بالاخره زیارتگاهی دارن مقبرهایی دارن با شکوه خیلی مقبره هستش ولی بالاخره قبر است بالاخره خاک است بالاخره سنگ روش گذاشته شده ولی عیسی مسیح آمد بیرون از مردگان عجیب مرگه عجب مرگه خیلی این موضوع واقعا اگر روش فکر بکنیم که این چی مرگی بود عیسی مسیح یک شخص می سلیب می میره روی صلیب میمیره با من و تو امروز میگن که ما به مرگ مسیح حیات داریم از مرگ عیسی مسیح از حیات را من تو حاصل میکنیم خیلی هم سوال است خیلی هم سوال است جواب این سوال همو از آیه اول قرنتان یک هجده که پیام صلیب که حیات درش است اگر کسی قبول نکنه جهالت است برش ولی برای من تو که اینجا قبول کردیم او حیات و افتخار و اقتدار خداوند است پس این مرگ عجیب این مرگ که راز الهی درش نهفته هست برای من تو حیات داد آیا باور میکنید؟ خیلی جالب است نه؟ واقعا این چی شهادت است؟ که من بیایم بر عزیز صحبت بکنم که عزیز من در مرگ ایسای مسیح حیات دارم از مرگ حیات به وجود آمد یعنی چی؟ چی خدای داره؟ این است خدای غیر ممکنه های من تو و در این حیات من تو چی باید دست ابرانیان با باب ده آیه 19 چی کار میکنه برای من تو بعد از صلیب وقتی که ایمان میاریم آیه 19 پس ای برادران از آنجا که با خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم یعنی از راه تازه و زنده از میان آن پرده که به دست اوست بر ما گشوده شده است پس این وقتی که در کی میتونه در مقدس ترین جایگاه خدا داخل شود کسی که حیات داره کسی که زنده هست جسد و مرده و جنازه که نمیتونه در حضور خدا این انسان زنده میتونه در حضور خدا باشه صحبت کوتاه بکنم فکر میکنم وقت زیاد میشه بیم که قسمت های آخر صحبت و ختم بکنیم بسیار زیباس اگر بتانیم این را با فریاد شادی بلند صدا بزنم و با افتخار بگویم که از نور به از تاریکی به نور آمدم و ملت مقدس قوم خاص خدا شدیم عزیز من باور میکنی که در صلیب مسیح تو قوم خاص خدا هستی کتاب اول کتاب کولوسیان در باب دو برای من این آیه را میتن آیه آی و پانزه. و آن سند قرض ها را که با موجب قوانین و بر ضد ما نوشته شده و علی ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخوب کرده از میان برداشت در صلیب جلجتا تمامنه او ادعایی که شریر شیطان سر من تو داشت مسیح در صلیب خودش میخوب کرد اون شخصی که برای من عذاب قبر درس میته عذاب قبر برای من اعلان میکنه و میگه این خانه آخرت است و بعد از این که دفن شدی اقاربت از هر قبر دورتر رفت انکر منکر میای و سوال جواب میکنه اون عذاب را از من ورداشت اونا محکوب کرد در صلیب خودش تمام سند محکومیت من تو در اون میخواست می اون روی صلیب اون اگر تصویر دوم میگذاشی قشنگ تر بود که اینجا سوراخ دست مسیح با میخ بود اون محکومیت من تو میخ شد آمد بیرون من نجاری واردم چون پسر نج... پدر من نجار است من خیلی واردم با چکش و میخ و چوب ما با چکش و چوب و میخ و رنده و نجاری بزرگ شده اون میخ هر چکشی که به میخ که به دست صلیب زده میشد در روی رو چوب سند یک انسان درش فرو می رفت سند محکومیت من تو را ورداشت چی بکنم خوار من برادر من دوست عزیز من دوست که از طریق رسانه ها می بینی داشتن این افتخار و اجازه ورود به حضور پدر را که خودت شخصا داشته باشی بعد از انجام کار مسیح در صلیب حاصل می گردد نه توسط کدام انسان و قبر و قبرستان این است پیام ایسای مسیح برای من تو این از پیام عیسی مسیح که من را قوم خاص خود ساخت با خاطر قوم شدیم که سند محکومیتی که باید در جهنم می از من تو گرفت و با صلیب خودش مخکوب کرد صحبت آخر چند نفر در آرزوی از ای هستیم که این خوشبختی نصیب ما شود چند نفر عزیزان که اینجا نشستیم شاید این نمیخوام جسارت بکنم شاید تا انوز بر عمق این موضوع نرفتیم که من اجازه زیر دارم که بعد از صلیب عیسی مسیح که مسیح در کاری که بر من انجام داد من در حضور خدای خیلی وارد میشم چند نفر عزیزان انوز این موضوع برش کم رنگ است شاید ایزان که از طریق رسانه ها میبینن شاید بار اول میبینن شاید انوز این موضوع را باور ندارین ایمان ندارین ولی کلام خدا میگه خداوند انسان نیست که دروغ باید اگر خدای من در این کلام در این کتاب در این پیامش در این نامه آشخانش بره من بر من وعده داده و وعدهش عمل میکنه و وعدش عمل میکنه و من مطمئن هستم عزیز من اگر ایمان میاری اگر ایمان میاری مثل اون فرشته ها که در کتاب مکاشفه با باب پنج آیه نو فریاد میزد تو هم فریاد میزنی این فریاد من تو برای کار عظیم خدا چون در صلیب عیسی مسیح وقتی که مسیح در صلیب بود و مکاشفه باب پنج آیه نو میگه سرود تازه بدین سان می سرودن که تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن چرا که زب شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و از آن حکومت ساختی و کاهنان که خدمت گذار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد میخوای بر زمین سلطنت کنی؟ میخوای فریاد بزنی؟ و میخوایی بگویی که من با خداوند مکومت نکنم چون مسیح برای من زب شد و زب شدن مسیح باعث شد که من قوم خاص خدا باشم میخواین افتخار نصیب شوی میخوایی خوشبختی وارد زندگی من تو شوه اگر میخوایی روی قدوس خدا اینجاست این مکان پر از قوت و قدرت روی خداست هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره روی خدا را دریافت میکنه این وعده خداست عیسی مسیح گفت من ایمان بیار روی من را دریافت میکنه. روی خدا را دریافت که قدرت خدا را دریافت کردی روی خدا در توست تو فرزند آسمان هستی هر کی به مسیح عیسی ایمان بیاورد این حق را داره که فرزندان خدا تو فرزند آسمان میشی کاهن میشی قوم خاص و برگزیده خدا میشی کی زمانی که به خدا. من عیسی مسیح یکی میشی آمین بیاین دعا بکنم ایزان و مطمئن هستم که روی قدوس خدا اینجاست است و ما را هدایت میکنه در این دعا ما را هدایت میکنه در این دعا و ما را در این دعا حکمت میده ما را در این دعا آماده میسازه برای حضور خودش عزیزان گناه انسان و بشر باعث میشه که انسان نه تنها در اون مقدس ترین جایگاه خدا حتی نمیدونه که از کیلومترها فاصله منه به اون نزدیک شه چرا خدا قدوس است خدا پاک است خدا به عیب است و چطور بتانم انسان گناهکار انسانی که در ذات من گناه باشه با قدوسیت خدا یکی باشم غیر ممکن است پس دعا بکنیم ایزان که روی قدوس خدا بر من و تو این پیام این کلام را این صحبت را مکاشا بکنه و روشن بکنه تکرار میکنم شاید و به احتمالا عرفای من خیلی ضعیف است صحبت من خیلی ضعیف است در این مورد ولی قوت خدا ضعیف نیست خدا قدرت داره روی قدوس خدا قدرت داره که این کلام را در قلب من تو حق بکنه یکی مشنوی در میبینی در قلب تو حق بکنه برای خدا زمان و مکان مطرح نیست برای خدا این مطرح است که برم در حضورش و با فروتنی بگویم خداوند من میخوایم که در جایگاه مقدس تو قدم بگذارم و با تو زندگی بکنم خداوند من خدای پر جلال پدر سرمدی سرور سلامت خدایی که هر آن چیز در زمین و آسمان است از تو و از آن توست خدایی که در کلامت برای من یاد دادی که چیزهای دیدنی و نادیدنی همه در تو قوام یافت تو سازنده همه چیزها هستی تو که خالق هستی تو که همه هستی را از نیستی آوردی تو که تاریکی را از نور جدا کردی تو که نمیخوای در حضور تو تاریکی باشد تو که نمیخوای در حضور تو چیز بدی باشد چون حضور تو مقدس و پاک است بیا رول قدوس عزیز برای من و بر عزیزانم خداوند در این لحظه در این دعا خداوند و آتش آسمان خداوند و اون قوت و اقتدار روح خودت خداوند این کلام و این پیام را خداوند که صلیب فرزندت عیسی مسیح بود خداوند که باعث شد من بتانم با حضور تو وارد شوم تو پرده را برداشتی خداوند پاره کردی تو مانع را برداشتی تو این دیوار جدایی را خداوند داشت شکستاندی جدا کردی رول قدوس عزیز اگر هدایت تو در زندگی من نباشد اگر قدرت تو جاری نشه خداوندا اگر این کار از جانب تو انجام نگیره خداوندا من نمیتونم خداونده در حضور تو راگذش به ایسای مسیح با قوت روی امروز هم در این دعا ما را خداوند هدایت بکن و بگذار خداوند که هر مانه که بین من و خدای من بین من و تو ایسای نجات دهنده من وجود داره هر ترسی است هر سنگی که هست که جلوی پای ما شریف شیطان گذاشته هر مانه که است ایسای مسیح با قدرت خونت خداوند وردار وردار خداوندا تو در صلیب گفتی تمام شد اینم خداوندا تمام کنید مانه ها را وردار خداوندا هر مانه ای کس وردار من هم بدارم عیزان چی مانه در زندگیشان است چی ترس درشان است چی دیوار بین عزیزان ما بین تو خداوند عزیز قرار گرفته خداوند این دیوار وردار این جدایی را وردار تو خدای خدای یکی ها هست امروز میخوایم خدا من مانند فرشتگان ندا سر بزنیم که تو با خونت هر قوم و ملیت و نجات و زبان را خریدی امروز هم خون تو خداوند جاری است امروز هم میتنه مانعا را وردارم امروز هم ما با تو میتونیم یکی شویم من میتنم خداوند من, من شکر گذاری بکنم سپاس بگویم بعد به نام تو عیسی مسیح که من امروز اجازه دارم با خون عیسی مسیح توسط این بره از آسمان بتانم به قدس تو داخل شم خداوند شکر میکنم خدا سپاس خداوند هللویا خداوند جلال و حرمت به نام تو خداوند جلال و حرمت به نام تو عیسی مسیح خداوند من خدای زنده من شکر فیض خدا با شما باشه ایزان خدا را شک برتان و شکر بر این زمان و لحظه که خداوند آماده کرد میدانم ایزان که خون ایسای مسیح بر همیشه هست کاری ایسای مسیح من گفتم جریان داره در کنار کاری ایسای مسیح من تو هم هستیم از اینجا از امروز از صلیب ایسای مسیح به بعد کار من تو آغاز میشه این که چگونه زندگی میکنی با عیسی مسیح این که چگونه ایمانت را با عیسی مسیح رشد میتی این دیگه مربوط خود من تو است آمین بیاین به این کار توجه بکنیم فیض خدا با شما باشه